سلام، وقت همگی بخیر. در خدمتتون هستم بابت آموزش نرم افزار حقوق و دستمزد. این صفحه اول نرم افزار حقوق و دستمزد است که از پالیز افزار استودیو اجرا میکنیم و اینجا نیازه که با SQL سرور ارتباط برقرار باشه. لایسنس مدیریت اطلاعات پایه رو داریم، لایسنس پی و لایسنس پرسنل. حتما سعی میکنم مراحل نصبش رو یه فیلم آموزشی تهیه کنم و در خدمتتون در اختیارتون قرار بدم. شروع مدیریت حقوق و دستمزد. نام کاربر یک، کلمه عبور یک، ورود. فعلا داخل تب حقوق و دستمزد کاری نداریم برای جلسه اول. اطلاعات پرسنلی رو خدمتتون عرض میکنم، ولی قبلش از داخل تب مدیریت اطلاعات پایه یک سری اطلاعات مربوط به مجموعه مورد نظر رو وارد میکنیم، مثل سازمان، شرکت، که به صورت پیش‌فرض شرکت پالیز افزار تولید کننده سیستم های حضور غیاب و تابلوهای تبلیغات دیجیتال اینجا تعریف شده و سایت، آدرس سایت هم اینجا. نیاز هست که بر اساس مجموعه مختلف این اسم تغییر کنه. اینجا نام شرکت و فعالیت رو بر اساس مجموعه مورد نظر تغییر میدیم. همچنین اگه خواستیم سایت رو تعریف میکنیم. در قسمت آرم شرکت با دو بار کلیک لوگوی مربوط به اون مجموعه مورد نظر رو انتخاب میکنیم که این لوگو روی فیش حقوقی سمت راست نمایش داده میشه. بعد از شرکت کارگاه نیاز تعریف بشه. ممکنه توی شرکت یا مجموعه چند تا کارگاه دارن استفاده میکنن از نرم افزار، به عنوان مثال کارخانه، دفتر مرکزی، انبار یا قسمت هایی. نیازه که اینجا تعریف کنیم، ولی به صورت پیش فرض اگه جایی هست که همه پرسنل رو توی کارگاه در نظر گرفته، کارگاه رو همین دفتر مرکزی یا کارخانه یا هرچی ویرایش میکنیم. تلفن، فکس، کد پستی، آدرس و پست الکترونیک رو اینجا تغییر میدیم. منوهای دیگه فعلا باهاش زیاد سر و کار ندیم، ولی جهت دمو خدمتون عرض میکنم. مثلا واحد سازمانی اینجا دفتر مرکزیه که از پالیز افزار استفاده میکنه، یا سازمان های مرتبط بانک، بیمه هست که یک سری لیست بانک ها مثل ملی و ملت و مسکن، تجارت، صادرات، سپه داخل لیست وجود داره که طبیعتا به روز نیست دیگه. بانک هایی که مد نظرتون هست که تو این لیست رو میتونید اینجا اضافه بکنید. یا بیمه که تامین اجتماعی دانه و ایران هست، همچنین مالیات. توی شعبه سازمان‌های مرتبط میتونیم شعبه مورد نظر برای یه سازمانمون رو که مثلا بانکی که داریم از اونجا حقوق رو پرداخت میکنیم تعریف کنیم. ویرایش میزنم بانک ملت فردوسی، یا بانکی که مد نظرتون هست رو از اینجا انتخاب میکنیم و ذخیره. جغرافیا، کشور و استان. یک اگر بخوایم کشور یا استان یا شهر به لیست اضافه کنیم از اینجا استفاده میکنیم. منابع انسانی همینطور، تحصیلات و نظام وظیفه و استخدام. به صورت پیش‌فرض این لیست کامل هست، مگه اینکه بخوایم تغییراتی داخلش ایجاد بکنیم. در قسمت مدیریت اطلاعات پایه پرکاربردترین گزینه‌ای که داریم یا گزینه‌ای که بیشتر باهاش سر و کار داریم اقلام حقوقی است. داخل اقلام حقوقی لیست کارکردها رو اول خدمتتون، یک کارکرد عادی داریم که کارکرد عادی پرسنل و نحصال حضور و غیاب هست. لیست کارکردها رو داریم مثل اضافه کار، کسر کار، تعطیل کاری، مرخصی، ماموریت، ساعتی و روزانه، حضور و غیره، که این لیست توی دیتابیس ثابت هست و اینکه اگه نیاز بشه میتونیم به این لیست اضافه کنیم، ولی عمدتاً از همین لیست استفاده می‌کنیم چون
تقریبا همه اقلامی که از حضور و غیاب نیازه که بیاد توی حقوق و دستمزد توی این لیست هست و فرمولش رو هم همینجا تغییر میدیم یا پیش‌فرضش طبق قانون اداره کار درست هست. به عنوان مثال اضافه کار، ویرایش میکنیم اضافه کار رو، اینجا نوع مبلغش رو انتخاب کردیم، پرداخت، نوع عامل کار کرد. فرمولی که داریم براش، تشریح میکنم این فرمول رو، ولی معمولا نیاز نمیشه تغییری. من اینکه بخواید ضریب 1 و 4 رو بردارید یا توی قسمت کسر کار ضریب 3 بخواید بذارید یا برای تعدیلگاری ضریب دیگه ای در نظر بگیرید. به صورت پیش فرض 22 مربوط به قلم اضافه کار اون هست که از حضور و غیاب میاد، یعنی تعداد ساعت‌های اضافه کاری که از سیستم حضور و غیاب منتقل شده به حقوق دستمزد. قلم 1 رو می‌بینید، قلم 1 طبق این لیستی که ما اینجا داریم و کد بندی که توی این قسمت نرم افزار داریم حقوق پایه هست. 5 هم مکمل حقوق هست. پس حقوق پایه به اضافه مکمل حقوق، توضیح میدم که چرا این دو قسمت شده. حقوق پایه مبلغی است که به عنوان حقوق پایه برای پرسنل در نظر گرفته میشه. اگر طبق قانون وزارت کار بخوایم بزنیم که حقوق پایه رو تعریف میکنیم، ما با تفاوتش رو به عنوان مکمل حقوق یا کد 5 در نظر میگیریم، یعنی مازاد بر حقوق پایه وزارت کار داریم پرداخت میکنیم، پس نیازی که این دوتا قلم با هم جمع بشه. حالا جلوتر توی حکم پرسنل مشاهده میکنیم اینجور. تقسیم برای مونتلی ورک تایم، این طبق اینجا اگه بیایی میبینیم که ساعت کار کرده استاندارد ماهه که توی قسمت اطلاعات پرسنلی حتما اینو وارد میکنیم که طبق قانون وزارت کار اینم 220 ساعت هست، یعنی اینجا حقوق پایه رو با مکمل جمع میکنه، تقسیم بر 220 ساعت میره و ضرب در 1.4 میکنه. این فرمول برای اضافه کار هست. برای کسر کار هم همین فرموله، فقط ضریب رو نداره. تعدیل کاری هم فعلا ضریبش با اضافه کار یکی، اگه بخواید میتونید تغییرش بدید. و مرخصی ماموریت و مرخصی روزانه فقط جهت نمایش تو فیش حقوقیه، یعنی تعداد ساعت یا تعداد روزهایی که از نظر حضور و غیاب منتقل شده فقط نمایش بده، به خاطر همین فرمولش فقط صفر گذاشته. ولی برای ماموریت روزانه فرمول داریم بر از حقوق 1 روز به اضافه ضرب در 1.4 و ضرب در تعداد مرخصی روزانه. حضور رو نمایش میدیم و غیبت رو، که در اینجا فرمول برای غیبت کسر داریم که 1 روز حقوق رو از حقوق پرسنل کسر میکنه. یعنی اگه پرسنلی غیبت داشته باشه علاوه بر این که کار کردش به جای 30 روز که ماهای 30 روزه میشه 29 روز، برای غیبتش هم 1 روز جریمه در نظر گرفته شده که عملا حقوق 2 روز رو نمیگیره. پس بهتره که توی سیستم حضور و غیاب این مدیریت بشه که غیبت نمونه، یا مرخصی بدون حقوق بشه یا جور دیگه مدیریت بشه. اقلام دیگه‌ای که اینجا داریم مستمر هست که حقوق پایه رو تعریف کردیم، حق مسکن، حق خاربار، حق اولاد. مکمل حقوق که 5 هست، فرمولش هم توی قسمت کار کرد مشاهده کردی، دقیقا مثل حقوق پایه است، فقط تفاوتش اینه که بیمه پذیر نیست. حقوق پایه بیمه پذیر، دستمزد و مالیات پذیر هست. حق مسکن بیمه پذیر و مالیات پذیر هست، حق خاربار بیمه پذیر و مالیات پذیر هست، ولی حق مکمل حقوق دیگه مالیات پذیر یا بیمه پذیر نیست. یعنی مبلغی که به عنوان مازاد بر حقوق وزارت کار پرداخت میشه توی لیست بیمه تاثیرگذار نیست، همچنین توی لیست مالیات. سنوات ماهیانه هم اینجا تعریف شده. به این لیست میتونیم اضافه کنیم یا ازش کم کنیم. جدید رو میزنیم، تاریخ اجرا میزنیم، کد مربوط، کدی که پیشنهاد میده درست است، چون تا این کد توی نرم افزار حتما تعریف شده و کد جدید رو حتما داره پیشنهاد میده. من که یه سری استثناءاتی داشته باشیم، مثلا مستمر از 1 شروع کرده باشی، شما میتونید 7 و 8 و 9 رو توی این قسمت استفاده بکنید. حالا از 72 پیشنهاد میده، ولی تا 10 تا اینجا در نظر گرفته شده.
نوع شرحش رو می نویسید، نوع مبلغ پرداخت، نوع عامل حالا یا مستمره یا کارکرده یا نامستمره که توضیح می دهم خدمتتون، و فرمولش رو اینجا وارد می کنید. فرمول ولیو، فعلا می خوام وارد فرمولا نشیم تو این جلسه چون بحث زیادی رو می طلبه. مبلغ طبق حکم میشه ولیو، یعنی مبلغی که توی حکم پرسنل میزنیم رو همون رو پرداخت کنیم. ولی اگه ببینی برای حقوق پایه مثلا در نظر گرفته شده مبلغ طبق حکم تقسیم بر 30 که حقوق یک روز به دست بیاد و ضرب در 21 بشه، یعنی کارکرد عادی، چرا باید این کار رو انجام بدیم که حقوق پرسنل تو ماهی که 20 روز کار کرده با ماهی که 30 روز کار کرده یا 25 روز کار کرده متفاوت بشه. بر اساس روزهای کار کرده پرسنل حقوق پایه محاسبه بشه. به خاطر این فرمول رو اینجوری در نظر گرفتیم. با این فرمول برای ماهای 31 روزه و اسفند که 29 روز است مشکلی نخواهیم داشت. تب‌هایی را که باز می‌کنیم این بالا برامون نگه می‌داره که اگه نیاز شد برگردیم بهش. خب برای این یه توضیح اجمالی راجع به تب مدیریت اطلاعات پایه بود که مهمترینش هم اقلام حقوقی بود که خدمتون در حد دمو توضیح بدم. توی تب اطلاعات پرسنلی برای تعریف یک پرسنل اطلاعات شناسنامه، این مرحله اول هست. دکمه جدید رو میزنیم، فیلدهای زیادی اینجا داریم برای این پرسنل که تعریف کنیم. ذخیره رو میزنیم که ببینیم که کدوم فیلدها نیاز هست اجباریه. خب مذکر مؤنث، حالا اینجا یه نام میذاریم، اسمشو میذارم حالا تست. شماره شناسنامه نیاز داره یه صفر وارد میکنیم. شماره ملی هم حتما باید 10 تا کاراکتر رو وارد بکنیم، یعنی یه صفر بزنیم و ذخیره بزنیم اجازه نمیده بهمون چون خطاشو داریم. پس حتما باید 10 تا کاراکتر وارد کنیم برای شماره بزنیم. ولی بهتره که این فیلدهایی که از نظر نرم افزار اجباری هست کامل و دقیق پر بشه. ذخیره اطلاعات تکمیلی، آدرس پستی، تحصیلات، سوابق شغلی، بستگان، مصاحبه رو فلان کاری نداریم. مرحله بعد برای تعریف یک پرسنل داخل نرم افزار احکام حکم، که هم به صورت فردی داریم حکم رو و هم به صورت گروهی که در پارت دوم آموزش امروز حتما حکم گروهی، بیمه گروهی و جلوتر تنظیمات اولیه گروهی رو خدمتتون توضیح میدم. فعلا انفرادی میریم جلو و برای یک پرسنل احکام حکم. پرسنل مورد نظر رو انتخاب میکنیم، جدید رو میزنیم، تاریخ صدور امروز هست، مجدد ذخیره رو میزنیم که فیلد هایی که اجباری هست رو نمایش بده. حکم استخدام، استخدام قراردادی، شرکت و کارگاه رو نرم افزار اجباری نکرده ولی حتما تعریف بکنید، به خاطر اینکه روی فیش حقوقی اون لوگویی که توی قسمت مدیریت اطلاعات پایه و سازمان تعریف کردید بیفته. پس شرکت، پالیز افزار، کارگاه، دفتر مرکزی، پیش فرضش. تاریخ اجرا، تاریخ استخدام اون پرسنل میتونه باشه یا اولین ماهی که میخواییم از سیستم. به عنوان مثال همین یک آذر 1400 تو قسمت بانک، البته این علامتی که میبینید برای بانک نیست ولی بهتره که توی قسمت حکم پرسنل شغل، پست سازمانی، شعبه بانک، حالا مهم نیست، فقط اینکه شماره حساب بانکی رو تعریف بکنید که توی فیش حقوقی نمایش بده و اگه لیست پرداخت نیاز بود بگیریم با برای بانک، اگه توی مجموعه
از یه بانک برای حقوق پرسنل داریم استفاده میکنیم، راحت‌تر میتونیم یه خروجی به بانک بدیم. و این علامتی که میبینید برای سمت چپ قسمت یه لحظه اینو من یه کوچولو کوچیک‌ترش هم که ببینید، برای قسمت اقلام پرداخت و مبلغ پرداخت است. تو قسمت اقلام پرداخت تمام اقلام مستمر رو داریم که توی قسمت مدیریت اطلاعات پایه تعریف کردیم. حقوق پایه طبق قانون وزارت کار اگه بخوایم بزنیم میشه 26,554,950 برای 1400. حق مسکن 4,500,000 ریال و حق خاربار 6,000,000. این سه قلم برای همه پرسنل لازم است اگه طبق قانون وزارت کار بخواییم رفتار بکنیم. حالا میرسیم به بخش های یا قسمت هایی که برای پرسنل منحصر به فرد است. مثلا پرسنلی داریم که حق اولاد اگه داشته باشه که اگه یک فرزند باشه میشه 10% این حقوق یا 3 روز حقوق، و اگه 2 فرزند باشه میشه 6 روز حقوق که میشه 20% حقوق پایه. فعلا حق اولاد هم تعریف نمی کنی. اگه قلمی رو انتخاب کردید و خواستید پاکش کنید، نیازه که رکورد رو با این مثلث انتخاب بکنید، دکمه دیلت رو بزنید. مکمل حقوق میخوام در نظر بگیریم برای این پرسنل و توضیح هم دادم خدمتتون که علت این کار چی است. اگه بخوایم بیمه رو بر اساس حقوق پایه رد کنیم و حقوق پرسنل رو بیشتر از حقوق پایه پرداخت کنیم. به عنوان مثال تو قرارداد این پرسنل، قرارداد داخلی، تعریف شده که مثلا 6 میلیون یا 7 میلیون. ما با تفاوتش نیازه که توی حقوق توی مکمل حقوق در نظر بگیریم. مثلا 2,000,000 چون ماشین حساب استفاده نکردیم یه مقدار اختلاف داریم، میشه 23. خب اگه بخواییم گوند بشه که اینم تعریف بکنیم. حالا چون ریاله اینجا بهتر که کانتر برنازه دیگه. خب یه عدد رو بهش میرسیم با جمع حقوق پای، حق مسکن، حق خاربار و مکمل. و اگه قلم دیگه یه هم داشتن مثل سنوات ماهیانه یا پایه سنواتی که بعضی مجموع پرداخت میکنن، پایه سنواتی بر اساس سابقه پرسنل پرداخت میشه و قوانین خودش رو داره. سنوات ماهیانم اگه سنوات سالیانه رو بخوایم ماه به ماه پرداخت کنیم، سنوات سالیانه که یک ماه حقوق هست رو تقسیم بر 12 میکنیم و بعدش رو اینجا وارد میکنیم. با این کار ماه به ماه داریم سنوات رو پرداخت میکنیم. و ذخیره. مرحله بعدی برای تعریف یک پرسنل بیمه هست. اگر پرسنل بیمه میشه از همون ماه اول یا از ماهای جلوتر، هر فرق مون اینجا تاریخ اجرا داریم، بیمه رو انتخاب میکنیم، پرسنل مورد نظر رو انتخاب میکنیم، جدید رو میزنیم و باز نیاز نیست همه فیلد رو پر کنیم، یه ذخیره میزنیم که فیلدهای اجباری رو نمایش بده. تاریخ اجرا 1 آذر میزنیم چون میخوایم اولین ماهی که از نرم افزار فیش حقوقی بگیریم همین آذر ماه باشه. بیمه، تامین اجتماعی و وضعیت بیمه فعال، ذخیره. رکورد بیمه رو ایجاد میکنه و این پرسنل مشمول بیمه میشه. مرحله چهارم و مرحله آخر برای تعریف پرسنل از تب اطلاعات پرسنلی که هستیم، کارکرد، تنظیمات اولیه کارکرد هست. در این قسمت جدید رو میزنیم، ذخیره رو میزنیم و فیلدهایی که نیاز هست رو وارد میکنیم. تاریخ اجرا 1 آذر
طبق قانون وزارت کار ساعت کار ماهیانه 220 ساعت و ساعت کار روزانه 8 ساعت که این میتونه منحصر به فرد باشه و توی مجموعه نسبت به پرسنل مختلف تغییر بکنه. و زخیر قسمت حکم بیمه و تنظیمات اولیه کارکرد رو به صورت گروهی هم داریم، میتونه هم افزار برای بالا بردن سرعت که حتما تو پارت دوم خدمتون عرض میکنم. برای این جلسه یا جلسه اول حقوق و دستمزد که خدمت مشتری ها میخواید ارائه بدید تا همینجا کفایت میکنه، ولی بدونید تو قسمت احکام وام رو هم میتونید توضیح بدید. من یه وام صادر کنم برای پرسنل چون جلسه اول گفته بشه این بهتره و با وقفه‌ای که میفته حالا یک ماهی که تا جلسه دوم اپراتور نرم افزار فرصت داره وام هایی رو که پرداخت کردن تو نرم افزار وارد کنن و برای جلسه دوم که میخواید فیش حقوقی صادر کنید آماده باشه. جدید روی نام پرسنل وام، وام پرداختی مبلغش حالا یه مبلغه 100 میلیون ریال در نظر بگیریم، مانده وام همین. توضیح میدم باز جلوتر که چجوری میشه اینو شخصی سازیش کرد. اقساط وامش رو یا میتونیم اقساط رو به ریال وارد کنیم و تعداد رو دستی بمونه، بهتره که تعداد رو بزنیم 10 و اقساطش رو به همون نمایش میده. میبینید که الان ما یه وام 10 میلیون تومان یا 100 میلیون ریالی پرداخت کردیم، اقساطش ماهی 10 میلیون ریالی یا 1 میلیون تومان تو 10 تا قسط هست. تا کی ادامه داره؟ تا زمانی که تصفیه بشه یا تموم بشه دیگه. وضعیت وام رو هم فعال میذاریم که تعلیق و تصفیه رو هم خدمتتون توضیح بدم. شماره وامی چی؟ بهتر بود که اینجا ذخیره بزنیم و اون فیلدهای اجباری رو به همون بگه. تاریخ دریافتش من همین یک آذر تعریف میکنم و تاریخ اجراش هم از همین یک آذر در نظر میگیرم که از فیش حقوقی کم بشه، از حقوق پرسنل ذخیره. این برای وارد کردن یه وامه که روی همین سیستم پالیز افسار استارتش رو میخوایم بزنیم. ولی اگه وامی هست که از قبل پرداخت شده و یه سری قسطا هم کم شده ازش و ماندهش رو میخوایم اینجا بزنیم، بهتره که اصلش که 10 میلیون تومن بوده رو بزنیم، اینجا مثلا 6 میلیون تومنش مونده یا 60 میلیون ریال مونده، با توجه به اینکه قسطاشو یا اقساطش 1 میلیون تومن یا 10 میلیون ریال، خودش تعدادشو بهمون باید بده 6. البته من یه دونه اینجا صفر کم زدم که میبینید 6 تا تعداد قسط مونده. و اینم مهمه که تاریخ دریافت رو بذاریم 4 ماه قبل، چون 4 تا قسط الان کم شده ازش. پس 1-5، 1-6، 1-7 و 1-8 رو توی سیستم قبلی پرداخت شده یا حالا اکسل بوده، توی نرم افزار ما نیومده. از 1-9 به بعد از نرم افزار ما اجرا میشه، از نرم افزار حقوق دستمزد اجرا میشه. پس دو نوع وام میتونیم بدیم، یکی این که الان نرم افزار وجود داره و میخواییم یه وام جدید بدیم که خیلی ساده جدید میزدیم، حالا من ویرایش بزنم، مبلغ و مانده وام یکی میشه، تاریخ دریافت و تاریخ اجرا یکی میشه. نوع دوم از قبل وامی پرداخت شده و قراره که از آذر ماه از سیستم حقوق و دستمزد پالیز افسار روی فیش حقوقی اجرا بشه. مبلغ اصلی وام رو میزنیم، ماندش رو میزنیم با محاسبه که حالا از قبل داشتم، اقساطش رو میدنیم، تعدادش رو میده و تاریخ دریافت اجرا رو مدیریت میکنیم، یک کی پرداخت شده و از کی میخواد از سیستم حقوق و دستمزد ما کم بشه. دو تا نکته اینجا ما داریم، دو تا وضعیت وام. یه حالا فعال که معلومه، یه تعلیق داریم یه تصفیه. تعلیق بابت این هستش که اگه حالا به هر دلیلی نیاز شد که یک ماه قسط کم نشه، پرسنل یک ماه یا چند ماه رو تعلیق کنیم و مجدد برگردیم به حالت
اولش که الان مثال هم میزنیم و وضعیت با هم یه تصفیه داریم برای زمانی که با پرسنل تصفیه شده، حالا به دلیل اخراج یا استعفا، و کل وام رو هم اینجا حکم تصفیه میزنیم و ذخیره میکنیم. قسمت تعلیق رو من توضیح بدم. الان ما یه وامی داریم که میخواد پرداخت شده و میخواد 6 تا قسط از روی سیستم کم بکنیم و ماه به ماه این اجرا میشه. میخوایم بگیم که ماه 10 و 11 رو نیاز نیست که این پرسنل اقساط پرداخت کنه. پس یه کپی میزنیم رو همین وامی که از قبل پرداخت کرد. تاریخ اجراش رو به جای 1/9 میذاریم 1/10 وضعیت وام رو میذاریم تعلیق و ذخیره. فعلا چون زمانی برای برگشت از تعلیق نداره، تا فعلا این ادامه داره تعلیقش. حالا باید یه حکم فعالی مجدد بزنیم. پس مجدد کپی تاریخ اجرا میشه 1/12 و تعلیقش رو میکنیم فعال. با این حکم، یعنی این رو اگه بخواییم تشریح بکنیم برای پرسنل تست، 1/5 پرداخت شده، 1/9 توی سیستم اجرا میشه، 1/10 و 1/11 تعلیق هست و 1/12 مجدد فعال میشه و تا زمانی که تصفیه بشه. قسمت وام بود که سعی کردم یکم کاملتر توضیح بدم که همه مواردش رو داشته باشه. پس برای شروع کاری پرسنل، بغیر از این که حالا اثر انگشتش تعریف میشه تو دستگاه، اگه حضور غیاب هم داشتن که عمدتاً اینطوری هست، و اسم پرسنل توی در مسار حضور غیاب تعریف میشه، اطلاعات شناسنامه‌شو وارد می‌کنیم توی سیستم حقوق دستمزد، حکمشو می‌زنیم با توجه به اقلامی که داره، اگه بیمه بود بیمه‌شو می‌زنیم، تنظیمات اولیه کارکردشو می‌زنیم، و اگه وامی هم که داشت که چون پرسنلی که تازه استخدام شده حتما نداره، نیازی دیگه نیست. این 4 تا مرحله برای تعریف پرسنل ضروری. ما یه پرسنل به اسم تست اینجا تعریف کنیم یا بذارید ویرایش کنیم. اسمش رو بذاریم پرسنل. حالا مهم نیستش. اگه بخواییم بگیم پرسنل خاصی هست، میگیم پرسنل اداری. مجدد توی قسمت اطلاعات پرسنلی، توی پرسنل اطلاعات شناسنامه ای، پرسنل رو تعریف میکنیم. جدید رو میزنیم، ذخیره رو میزنیم که میگه کدوم فیلدها اجباری هستش. شماره پرسنلی 2، نام میشه همون پرسنل، اسمش رو میذارم پرسنل مثلا مالی، و فعلا 0 میذارم فیلدهای دیگر رو، ولی شما حتما کامل پر میکنیم. میخوام چند تا پرسنل تعریف کنم که حکم گروهی اختصاص بدیم. جدید پرسنل که بدیهیه که توی اینجا که من میگم پرسنل مالی یا پرسنل اداری، شما اسم اون پرسنل رو وارد میکنیم. من میخواستم اسم مثال نزنم، فعلا اینطوری نوشتم. و حالا پرسنل فروش تحت کرانتر مالی رو هم وارد میکنیم یا هم فعلا کفایت میکنیم. پس ما چند تا پرسنل وارد کنیم. بذار پنجا میدم وارد بکنم. و ذخیره. پس کاری که میکنیم توی برای شروع کار نرم افزار حقوق دستمزد، همه پرسنل رو بهتره که تا
تعریف بکنیم، یعنی مرحله به مرحله جلو بریم. یعنی تو اطلاعات شناسنامه، اطلاعات شناسنامه همه پرسنل رو وارد میکنیم. ممکنه 200 نفر باشه، ممکنه 10 نفر باشه، ممکنه 100 نفر باشه. بهتره که وارد بکنیم که بعد نریم حکم انفرادی یا حکم نفر به نفر بدیم. حکم گروهی که بدیم یه سری اقلام برای همه تکراری هست، اون میفته. بعد اقلام منحصر به فردشون تو حکم تعریف میکنیم. پس ما از اطلاعات شناسانی همه پرسنل رو تعریف کردیم. بذارید من این تبای بالا رو ببندم که به ترتیب بریم، که ترتیبش هم مشخص بشه. پس تو اطلاعات شناسنامه همه پرسنل رو تعریف میکنیم. بله بله. خب حالا میخواییم بریم برای همه این پرسنل یه حکم بزنیم، حکم گروهی. پس میایم داخل حکم گروهی، یه جدید میزنیم و ذخیره. اینجا شرحشو میخواد، شرحشو بزنید 1400 یا سالی که داخلش هستیم رو بذارید. حکمش میشه استخدام. بهتره که شرکت و کارگاه رو هم وارد بکنیم، به خاطر اینکه لوگوی تعریف شده روی فیش حقوقی نمایش داده میشه. تاریخ اجرا 1/9 یا 1/1 فرقی نمیکنه، ولی حالا که گروهی میزنیم و فرض میکنیم که ابتدای سال داریم میزنیم، میزنیم 1/1/1400. سه تا قلم هست که برای همه پرسنل تکراریه، مثل حقوق پایه امسال که 26554950 هست، حق مسکن که 4500 هست اشتباه نکنم، و حق خواربارم که 6,000,000 هست. این سه تا قلم برای همه پرسنل تکراری است. پس تو قسمت حکم گروهی تعریف کردیم. مرحله بعد از قسمت احکام میریم داخل حکم. میریم داخل حکم. حالا پرسنل رو انتخاب می‌کنیم. بذارید این حکم پرسنل شماره 1 رو که تو پارت اول آموزش یه مثال زدیم رو من حذف کنم. ولی وقتی حکم گروهی وارد میکنیم توی قسمت حکم برای همه پرسنل این رکورد و این سه تا قلم با تاریخ اجرا و جزئیات اجرا میشه. حالا میریم رو پرسنل مورد نظر انتخاب میکنیم، ویرایش میزنیم. حالا اقلام منحصر به فرد رو وارد میکنیم برای پرسنل. به عنوان مثال برای همین پرسنل اداریمون که شمارش 1 فرض میکنیم که حق اولاد دارن، پس حق اولاد رو انتخاب میکنیم و یک فرزند رو میزنیم 26,554,95 که عرض کردم 10% حقوق یا 3 روز حقوق هست. و به غیر از این فرض کنیم که مکمل حقوق هم دارم و مبلغش رو وارد میکنیم و ذخیره. اینجا استخدام رو هم میزنیم، قراردادی و ذخیره. مجدد برای شماره 2 ویرایش میکنیم و اقلام منحصر به فردشون رو میزنیم. حق اولاد فرض میکنیم که ندارن و مکمل حقوقشون فرض میکنیم که 30,000,000 است. پس منحصر به فرد میتونیم این اعداد رو تغییر بدیم. یه صفر کمتر اینجا زدم و زخیر. این استخدام رو چون توی حکم گروهی نزدیم، به خاطر این توی قسمت حکم گروهی اجباری نیست، ولی اینجا اجباری علامت رو میبینید دیگه. یه نکته، اگه حکم گروهی اختصاص بدید برای همه افراد، بعد بیایم اینجا حکم انفرادی رو تغییر بدیم برای پرسنل، الان ما این کار رو انجام دادیم برای شماره 1 و شماره 2 یه سری اقلام رو اضافه کردیم، و اگه نیاز بشه برگردید همین یه دونه موردش که این اگه بخوای این استخدام قراردادی رو توی حکم گروهی تعریف بکنید، پس یه فیلدی رو اگه تغییر بدید و ذخیره کنید، مجدد تمام این اقلام حقوق پای مسکن و خاربار دیفالت میشن بر اساس حکم گروهی. پس حتما
اینو دقت کنید که اگه حکمی رو وارد کردید برای پرسنل انفرادی، حالا روی چند نفر زیاد مشکلی پیش نمیاد، ولی اگه تعداد بالا باشه بعد برگردید حکم گروهی رو یه ویرایش رو ذخیره کنید که الان من این کار رو انجام میدم، همین فقط یه ویرایش ذخیره کنید، میبینید که اینا پاک میشه، یه ریفرش فقط میخواد صفحه، میبینید که پاک شد، دوباره شد پیش‌فرض اون حکم گروهی که زدید. پس حواستون باشه که این اتفاق رخ نده. مکمل حقوق چطوری حساب می؟ خانم عباسی، فرق مکمل حقوق با حقوق پایه اینه که فقط بیمه ازش کم نمیشه یا مالیات ازش کم نمیشه، ولی به عنوان مزایا به پرسنل پرداخت میشه و توی قلم اضافه کار و کسر کار و تعطیل کاری با حقوق پایه جمع میشه که اضافه کار رو بر اساس جمع حقوق پایه و مکمل پرداخت کنیم، ولی بیمه رو فقط بر اساس حقوق پایه بده. با مثال عرض کنم خدمتتون، با عنوان مثال اگه تو مجموعه ای حقوق پرسنل فرضاً 5 میلیون تومان هست ولی بر اساس وزارت کار میخوان بیمه رو کم بکنن یا به بیمه لیست بدن، حقوق پایه رو بر اساس قانون وزارت کار تعریف میکنیم ما، با تفاوتش که بیشتر از حقوق پایه هست و تو قرارداد پرسنل هست رو به عنوان مکمل میاریم. مکمل بیمه پذیر نیست ولی حقوق پایه بیمه پذیر هست. با این تعریف بر اساس حقوق پایه بیمه کسر میشه، ولی بر اساس حقوقی که تو قرارداد پرسنل ذکر شده، یعنی جمع حقوق پایه و مکمل، اضافه کار و کسر کار پرداخت یا کسر میشه. مجدد این توی قسمت حکم گروهی، من این استخدام رو همینجا تعریف میکنم قراردادی که توی حکم انفرادی مدام ازم نخواهش. تو قسمت حکم مجدد میریم و قلم های منحصر به فرد افراد رو تعریف میکنیم. البته اینم توضیح بدم بهتون که این مورد فقط تو ماه اول پیش میاد. اولین ماه که محاسبه روی این حکم انجام بشه، اگه فروردین این حکم گروهی رو میزنید و همون انتهای فروردین محاسبه ماه انجام میشه و حقوقش پرداخت میشه، دیگه قفل میشه، نمیذاره دیگه برگردیم و ویرایشش کنیم. حالا دیگه باید کپی بزنیم که جلوتر خدمتتون توضیح میدم. اگه قراردادی دارید که 6 ماه هست، 6 ماه اول تعریفش میکنی و برای 6 ماه دوم مبلغش اگه فرق میکنه، یا اگه سال به سال داره تعریف میکنه کپی میزنید که جلوتر خدمتتون توضیح میدم. خب برای شماره 1 عرض کردم یه حق اولاد در نظر بگیریم که جلوتر تو فیش حقوقی ببینیمش که میشه 26,554.95 و 20 میلیون ریال برای مکمل در نظر بگیریم. خب یعنی الان این پرسنل، حالا حق اولاد و مسکن و خاربار رو در نظر نگیرید، اگه 5,900,000 باش قرارداد بستیم، حقوق پایش رو جدا پرداخت میکنیم، مکمل همین که جمع اینا با هم دیگه پرداخت میشه بهش، ولی بر اساس این حقوق پایه بیمه کم میشه و ذخیره. نفر دوم رو انتخاب میکنیم، ویرایش و مکمل مد نظرمون رو برای ایشون وارد میکنیم، البته طبق قراردادشون، مثلا 3,000,000 تومان. پرسنل تولید رو تعریف میتونیم، آها اینم بهتون میگم، اول که پرسنل تولید خوب شد مثال زدیم، به غیر از این اقلامی که داریم، حقوق پایه، مسکن، خاربار، مکمل حقوق، میتونیم برای پرسنل تولید یا اصلا پرسنل دیگه حق جذب، حق سرپرستی، حق مسئولیت یا اقلام دیگه ای رو تعریف بکنیم، یا کارکرد ماهیانه یا کاران تولید اگه بخوایم تعریف بکنیم، یا اصلا پاداش که اگه مستمر باشه. پاداش رو به صورت غیر مستمر داریم که یک ماه ممکنه با
باشه، یک ماه ممکنه نباشه، یا اگه هر ماه هست مبالغش با هم متفاوته اونو به عنوان نامستمر داریم که جلوتر توضیح میدم. ولی اگه پاداشی هست که به عنوان مستمر پرداخت میشه رو میتونیم تو قسمت اقلام حقوقی تعریف بکنیم و تو قسمت حکم ازش استفاده بکنیم. به عنوان مثال من یه مستمر یه چند تا قلم اضافه میکنیم از یک قلم با کد 7 رو اضافه میکنم، شرحش هم میذارم، مثلا حق جذب پرداخت مستمر و مبلغش هم که طبق حکم بزنیم فقط وقتی همون مبلغی که تعریف میکنیم همون پرداخت بشه، یا اگه به روزهای کارکرد پرسنل مربوطه حتما فرمولش رو اینجوری تعریف می‌کنیم که تقسیم بر 30 روز بکنه، یک روزش به دست بیاد و ضرب بر قلم کارکرد که اینجا می‌بینید. ببینید 21 یعنی قلم کارکرد عادی، یعنی روزهای فعال تو نرم افزار حضور و غیاب و ذخیره. همینطور می‌تونیم به این اقلام دیگه هم اضافه بکنیم. و یه نکته، حالا اون چون تو ماه‌های بعد پیش میاد یه بار محاسبه انجام دادیم برمیگردیم این تغییرات رو. الان همه اینها رو چون هیچ محاسبه‌ای توی نرم‌افزار حقوق دستمزد انجام ندادیم اجازه میده ویرایش کنیم یا حذف کنیم یا تغییرش بدیم. ولی وقتی که اولین ماه محاسبه انجام میده روی حقوق پایه حق مسکن خوابگاه یا توی مستمر توی کارکردا روی اضافه کار و کسر کار، دیگه اون قفل میشه، رنگ تغییر رنگ هم میده، دیگه نمیتونیم ویرایش کنیم، حتما باید از کپی استفاده کنیم که جلوتر توضیح میدم. ما اینجا یه پرسنل جو داریم، اینم بهتون بگم اگه تغییری نیاز شد بینش انجام بدید و برگردید میبینید هنوز اینجا نیست، علتش اینه که ببخشید توی حکم من برم حکم، علتش اینه که نیازه که یه بار ریفرش بشه. میبینید الان حق جزم رو ما وارد کردیم ولی اینجا نیست، یک بار سفر رو میبندیم قسمت حکم رو بستن و مجدد باز میکنیم. حالا اگه ویرایش بذاریم اون حق جزم هم به لیست اقلام پرداخت اون اضافه شده. خب انصاف برای پرسنل تولید داریم میزنیم و به غیر از اون مکمل حق جزم هم تعریف میکنیم براشون. یه حق جذب یا حق مسئولیت یا حق سرپرستی هر عنوان دیگه که تعریف کرده اینجا تعریف کنیم و در نهایت برای پرسنل فروش. بوده حق جذب بیشتر برای پرسنل فروش استفاده میشه، برای پرسنل تولید حالا حق سرپرستی هست، حق مسئولیت هست یا حق فنی که استفاده میکنیم، بستگی به جای مختلف داره. ویرایش میکنیم پرسنل فروش رو به حق جذب تعریف بکنیم. فقط یه سری پیش‌فرضا توی نرم افزار هستش توی قسمت اقلام حقوقی و دیگه من این قسمت رو باز بکنم. یه سری پیش‌فرضا هستش، مثلا تو نامستمر مساعده و کارم تولید و پاداش ایدی سایر مزایای سایر کسرات داریم، میشه به اینا اضافه بکنیم اقلامی رو. همچنین برای مستمرها حقوق پایه مسکن قاربار اولاد مکمل حقوق سنوات حق جزم و به اینا میشه اضافه کرد، همچنین کار کرد. اینا بر اساس این اقلام بر اساس نیاز هر مجموع متفاوته و حتما این اقلام با مشورت یا درخواست مدیر مجموعه از شما میشه که اینا رو تغییر بدید یا اضافه بکنید یا کم بکنید. این تو آیین‌نامه هر شرکت متفاوته این اقلام. خب برمیگردیم به قسمت حکم اقلام حقوقی رو فعلا ببندیم چون میخوام ترتیب مراحلمون باشه. پس یه حکم گروهی زدیم و حکمای اقلام منحصر به فرد رو برای پرسنل تو قسمت حکم ویرایش کردیم. برای نفر آخرمون هم یه پرسنل خدمات که به عنوان مثال یا مکمل حقوق در نظر میگیریم. فعلا و حالا تجربه
مرحله بعدی بیمه گروهی هست که واردش میشیم، یه جدید میزنیم و ذخیره رو میزنیم، اقلامی که نیاز هست شرحش رو میزنیم 1400 یا حالا اسمش رو میزنیم بیمه 1400، تاریخ اجرا رو همین ماهی که داخلش هستیم میزنیم یا اولین ماهی که میخوایم از سیستم خروجی بگیریم، بیمه تامین اجتماعی و وضعیت بیمه فعال ذخیره. رکورد تکراری، علتش هم اینه که برای یه پرسنل یه بیمه انفرادی از قبل زدیم. ببینید نیازه که این حذف بشه که اجازه بده بیمه گروهیمون ذخیره بشه. وقتی وارد قسمت بیمه میشیم بعد تعریف بیمه گروهی، میبینیم که کسی بیمه نداره چون از قبل صفحهشو باز کرده بودیم. یه ریفرش روی پرسنل انجام بدیم، یه حرکت انجام بدیم، میبینیم که این ایجاد شده، همه پرسنل الان بیمه دارن. ممکنه پرسنلی داشته باشیم که فعلا میخوایم از لیست بیمه حذف بشه. پس ما اگه 100 نفر 200 نفر پرسنل هم داشتیم توی بیمه گروهی، همه رو بیمه میکنیم، بعد توی قسمت بیمه اون پرسنل مورد نظر رو از لیست بیمه خارج میکنیم، یعنی بیمه نیست. شماره 4 رو انتخاب میکنم، رکورد بیمه رو انتخاب میکنم، حذف و گس. الان از 5 نفر پرسنل من فقط این نفر 4 بیمه نیستش و توی فیش حقوقیش هم اون 7% سهم کارمند کم نمیشه. خب مرحله بعدی وضعیت بیمه فعال باشه، میتونیم وضعیت بیمه پرسنلی رو غیر فعال بکنیم. مثلا همین شماره 5 رو در نظر بگیریم و رکورد بیمه. این فعال و غیر فعال آره توی لیست بیمه موقتا میتونیم نیاد، مثلا چند ماه رو بیمه کم نشه ازش دیگه، چون محاسبه انجام میشه روی این پرسنل برای ماه اول و این دیگه اجازه تغییر بهمون نمیده، ما باید بیایم برای ماه فرض میکنیم برای 1-10 میخواییم بیمه کم نشه، 1-10 1-11 بیمه کم نشه، پس 1-9 رو بیم این وام هستش. پس اینجا انتخاب میکنیم، کپی رو میزنیم، اینجا 1-10 رو تاریخ اجرا میدیم بهش، وضعیت رو غیر فعال میکنیم، یعنی دیگه بیمه نباشه این پرسنل، و مجدد میاییم یه حکم کپی میکنیم و اینو میگیم از 1-11 به بعد مجدد بیمه بشه که اینو فعالش میکنیم. الان با این تعریف این پرسنل خاص فقط 1-10 رو غیر فعال هست، یعنی بیمه ازش کم نمیشه. حالا به هر دلیلی، شاید ممکنه مرخصی بدون حقوق گرفته باشه یا هر تغییر دیگه. مرحله بعدی تنظیمات اولی کارکرد هست که انفرادیشو خدمتون عرض کردم، ولی بهتره که بعد تعریف همه پرسنل گروهیشو وارد بشیم. قطعا الان دوباره بهمون میگه که تکراری، قبلش این انفرادی که برای 1 نفر زدیم رو حذف کنید که تکراری نبینید. تنظیمات اولی کارکرد گروهی جدید، ذخیره، شرح 1400، تاریخ اجرا ابتدای 1400، ساعت کار ماهیانه طبق قانون وزارت کار 220 ساعت و طبق ساعت کار روزانه همین 8 ساعت است. حالا یعنی چی؟ یعنی ساعتی که موظف پرسنل توی این ماه کار بکنه و ساعتی که موظف توی 1 روز کار بکنه، 8 ساعت، که این دوتا عدد میتونه برای پرسنل متغیر باشه. این 220 ساعت و 8 ساعت برای طبق قانون وزارت کار برای جای اداریه، ممکنه توی بخش تولید این عدد متفاوت باشه. جلوتر خدمتون عرض میکنم که این ساعت کار کرده ماهیانه و ساعت کار روزانه کجا استفاده میشه. البته فعلا طبق پیشفرضی که توی نرم افزار هست توی اقلام
حقوقی از این ساعت کار روزانه استفاده نمی کنیم، ولی از ساعت کار ماهیانه توی قسمت نرم افزار استفاده می کنیم که خدمتون توضیح می دهم. و از آخر این رکورد، این 220 ساعت برای ماه و 8 ساعت برای روز برای همه پرسنل ایجاد شد. ممکنه برای پرسنل تولید این عدد متفاوت باشه که میام توی تنظیمات اولیه کارکرد ویرایش میکنم و عدد دیگه ای رو وارد میکنم برای این پرسنل، فرض میکنیم مثلا 280. حالا چون مثلا اگه 12 ساعته باشه شیفتاشون، این عدد موظفشون بالاتر میشه دیگه. ولی عرض کردم توی قسمت تعریف شیفت توی نرم افزار حضور و غیاب، اونجا وقتی که میگیم پرسنل 12 ساعت باید کار کنه توی پرسنل تولید، اونجا ما شیفت رو 8 ساعته در نظر میگیریم و مازادش رو به عنوان اضافه کار در نظر میگیریم، که در این صورت مثل باقی پرسنل 220 هست. یا برای پنجشنبه ها 4 ساعتش رو کار در نظر میگیریم و مابقیش به عنوان اضافه کار هست. اگه غیر این بود که حتما کارفرماها به شما این رو اطلاع میدن، بر از اگه قرار شد کل 12 ساعت حضور باشه اضافه کار نباشه و پنج شبا هم همین 12 ساعت باشه، میشه توی یک ماه که 30 روزه میشه 15 روزه، یعنی 30 روزه 12 ساعت کار باید بکنن دیگه، که عددش 360 میشه اینجا. که بدیهیه که هرچی این عدد بزرگتر میشه، نرخ یک ساعت اضافه کار و یک ساعت کسر کار، همچنین یک ساعت تعطیل کاری کوچیک‌تر میشه. یعنی چون میخواد تقسیم برای این کنه حقوق پایه رو و یک ساعت اضافه کار رو پرداخت کنه. مثالش رو جلوتر حتما میزنم. برای پرسنل تولیدم فعلا 360 در نظر گرفتم. اینجا هم میزنیم 12. ساعت کار روزانه هم 12 در نظر گرفتم. همینجا من این بحثو که میخوام تموم کنم، قبلش بهتون بگم تو مدیریت اطلاعات پایه توی اقلام حقوقی و در قسمت کارکرد توی مستمرها، وقتی حقوق پایه رو فرمول براش در نظر میگیریم، میگیم ولیو تقسیم بر سی. سی خب یه عدد ثابتی، یعنی تقسیم بر سی میگیم که یک روز حقوق رو به دست بیاریم و در نهایت ضرب در 21 میکنیم که تعداد روزهای کارکرد پرسنل از نظر حضور و غیاب است. که اگه 30 باشه خب ولیو پرداخت میشه، اگه 29 باشه یا کمتر از 30 باشه خب بر اساس همون 29 روز یا 20 روز یا 21 روز پرداخت میشه. ولی تو قسمت کارکرد برای کارکرد اضافه کار و کسر کار و تعطیل کاری، میبینید که اینجا توی فرمول از مونتلی ورک تایم استفاده کردیم. این مونتلی ورک تایم همین ساعت کار ماهیانه توی قسمت تنظیمات اولی کار کرده. یعنی فرمول رو ما ثابت گذاشتیم، حقوق پایه به اضافه مکمل تقسیم بر مونتلی ورک تایم ضرب در 1.4 بشه فرمول اضافه کار. این تعریف برای پرسنل اداری با این تعریف کردن انجام، اداری مالی فروش خدمات یکیه ولی برای تولید متفاوته. خب عرض کردم با این تعریفی که تو قسمت تنظیمات اولی کارکرد گروهی داشتیم که پرسنل اداری رو 220، پرسنل مالی رو 220 ساعت و تولید و فروش و خدمات رو هم همین 220 ساعت در نظر گرفتیم، ولی تولید رو تغییر دادیم و 360 ساعت و 12 ساعت روزانه در نظر گرفتیم، پس تو قسمت اقلام حقوقی مونتلی ورک تایم تولید متفاوت میشه دیگه. خب من ماشین حساب آوردم که یه مثال بزنیم. به عنوان مثال برای پرسنل اداری یا مالی، اگه حقوق مثلا همین 10 میلیون تومان، تومان میزنم ولی کل نرم‌افزار ریال هست، اگه 10 میلیون تومان هست، جمع حقوق پایه و مکمل رو من اینجا زدم. مثالی که میزنیم فعلا جمع این دوتا سال شما اینا رو همین 10 میلیون در نظر بگیر، یک به اضافه 5 میشه همین
عددی که زد. مثال زدی. اینو تقسیم بر ساعت استاندارد کار ماهیانه میکنیم که برای پرسنل مختلف متفاوت بود. اگه تقسیم بر 220 کنیم این عدد رو داریم و ضرب در 1.4 که ضریب اضافه کار هست که به عدد حالا 63,000 تومن میرسیم. یعنی یک ساعت اضافه کار میشه این که این عدد ضرب در تعداد ساعت اضافه کاری که از سیستم حضور و غیاب اومده میشه و پرداخت میشه. حالا این عدد برای اون دسته پرسنلی که توی قسمت تولید کار میکنن یا نه ساعت کار استاندارد ماهشون 220 ساعت نیست، به عنوان مثال 360 که الان مثال زدیم باشه، این 10 میلیون رو تقسیم بره 360 ساعتشون بکنیم و ضرب در 1.4 عددش متفاوت میشه با اون عددی که داشتیم، 63,000 تومان و این 38,000 تومان. پس هرچی عدد توی قسمت تنظیمات اولیه کار کرد عدد هرچی بزرگتر باشه خروجی که برای اضافه کار به نظر میره کوچیک‌تر میشه، یا کسر کار یا تعطیل کاری. خب پرلام حقوقی رو من ببندم، این انصراف بستم. اینم میشه برای حکم گروهی، بیمه گروهی و تنظیمات اولیه گروهی که مشاهده میکنید. تو این قسمت و پارت اولی که خدمتون توضیح دادم انفرادی همینه بود، اگه سوالی باشه من در خدمتون هستم. برای جلسه اول همین کفایت میکنه، فقط اطلاعات پرسنلی هست و حکم و بیمه و اگه وام هم که میخواستیم پرداخت کنیم. برای جلسه دوم حتما انشالله فیش حقوقی میتونیم صادر کنیم. جناب میرزایی منظورتون اقلام کارکرد هست توی مدیریت اطلاعات پایه؟ اقلام حقوقی و قلم خاصی رو مد نظرتون هست یا توضیح بیشتر توی این قسمت نوع عامل؟ نوع عامل همینایی که اینجا میبینید هست، یعنی میبینید نوع عامل یا وامه یا نامستمر یا مستمر، مالیات، کارکرد عادی، کارکرد، روندینگ ماه قبل، روندینگ ماه جاری و بیمه. میبینید ما الان مستمر رو حقوق پایه مسکن خاربار رو برای حکم استفاده کردیم. کارکرد اقلامی هست که برای حقوق از سیستم حضور و غیاب میاد، مثل اضافه کار، کسر کار، تعطیل کاری و اقلامی که هست. البته این اقلامی که میبینید استاندارده و توی قسمت حضور و غیاب جهت خروجی به حقوق و دستمزد یه قالبی طراحی شده که حتما توی جلسه بعدی که احتمالاً دوشنبه باشه خدمتتون توضیح میدم، همین اقلام رو انتقال میدیم به حقوق و دستمزد. و نامستمرها مثل مساعده، کارانه، تولید، پاداش، ایدی، یعنی مستمر نیستن دیگه، بدیهیه، یعنی یک ماه هستن یک ماه نیستن، یا اگه هر ماه هم هستن مبالغشون با هم دیگه ماه به ماه متفاوته میشه نامستمر دیگه، مثل مساعده، مثل پاداش یا ایدی که اصلا هر 12 ماه یک بار هست که تعریف میکنه. توی قسمت تو مراحل صدور فیش حقوقی تو قسمت مزایا و کسورات حتما خدمتتون توضیحشو عرض میکنم. نوع عاملی که به تفکیک عرض کردم، نوع عامل اینا الان نوع عاملهای نرس رو حقوق در اسمون به تفکیک هستن. الان وام خودش یه نوع عامله، یا نامستمر خودش یه نوع عامله، یا مستمر یا کار کرده. ادامه داره سوال، این پایین رو من نمیبینم یا هم خوبه. اگه فایلی هست که اونجا حقوق دست ما همین جناب میرزایی، ما همین جلسه امروز رو و جلسه دوشنبه که تکمیلی امروز هست رو حتما تو سایت آپلود میکنیم، ولی قبلا هم تولید محتوا شده حقوق دست مازمون، نمیدونم حالا تو سایت قرار گرفته، تو سایت هم قرار گرفته،
که آیا عرب تایید میدن و اونجا میتونید مشاهده بکنید کامل تو دو ساعت تو دو تا ساعت هم داریم این رو دیگه، هم جامعه حقوق و دستمزد داریم، هم لایت حقوق و دستمزد داریم که منوهامون توی نحصار لایت حقوق و دستمزد محدودتر و یک سری اقلام رو توی فیش حقوقی نداریم، مثل مثلا بیمه، مثل وام، توی نحصار لایت حقوق و دستمزد داریم. اینجا ببینید توی سایت هم حقوق و دستمزد جامعه رو داریم، بخش اول مربوط میشه به همین جلسه ای که الان توضیح دادم، یعنی تقریبا محتواش همین جلسه امروزمونه، و بخش دوم مراحل صدور فیش حقوقی که جلسه دوم که دوشنبه هست خدمتون عرض میکنم که کامل داریم. لایتش رو هم داریم که خیلی متفاوت نیست از جامعه، ولی یکم منوها محدودتر هستن. توی این قسمت سایت به بقیه نرم افزارها هم دسترسی داریم دیگه، مثل جامعه و تحتبه و باقی نرم افزار. خب من یه توضیح هم راجع به این اقلام بیمه بهتون بدم که بیمه بر چه اساس از پرسنل کم میشه. برای پرسنلی که بیمه هستن، مثل همه پرسنل به غیر از این نفر خواستم، توی اقلام حقوقی ما یه قسمت بیمه داریم که میگم نیازی نیستش که این تغییر بکنه، پیش‌فرض نرم افزار هستش و زمانی تغییر میکنه که قانون بیمه تغییر بکنه. قانون فعلی اینطوری است که 20% سهم کارفرما هست، 7% سهم کارمند هست و 3% سهم بیکاری که باز به عهده کارفرما هستش. اینو خدمتون توضیح بدم چجوری تعریف کردیم. بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند کسره و تعریف شده که اقلام بیمه پذیر، اینجا میتونیم مشاهده بکنی اقلام بیمه پذیر رو، یعنی اون چیزایی که توی قسمت مستمر مثل حقوق پایه و حق مسکن و حق خاربار بیمه پذیر تعریف شده، ضرب در 7% بشه، این میشه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارمند، سهم کارفرما 20% و سهم بیکاری هم که 3%. حالا اینا کجا استفاده میشه؟ ما فعلا با قلم 42 و 43 کاری نداریم، اصلا جایی تو فیش حقوقی یا توی حکم نمیاد، فقط اون بیمه‌ای که ما تنظیم میکنیم اینجا و اختصاص میدیم اینجا تأمین اجتماعی، منظور تأمین اجتماعی سهم کارمند هستش که جلوتر باز تعریف شده که این کدوم بیمه باشه.